ارتباط با درگیری های مسلحانه در کرمانشاه با نیروهای داعش گفتگو میکنیم با پال پیلار، تحلیلگر پیشین مسائل خاورمیانه در سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA. آیا ما شاهد افزایش تحرکات نیروهای داعش در ایران هستیم یا اینکه به هر حال این نشانه ای از توفیق دستگاه اطلاعاتی ایران؟ من فکر میکنم که تلاش داعش برای برقراری حضور در ایران و انجام حمله در اونجا شگفت‌آمیزی است. داعش منافعی داره، همچنان فشار وارد میاره در عراق و همطور در سوریه تا نشون بده که فعاله و میتونه آسیب وارد بکنه در بسیاری از نقاط دیگر جهان. جمهوری اسلامی ایران مطمئناً این رو به عنوان دشمن خودش دیده تمام مدت، به خاطر اینکه یک کشور کاملا شیعه و از نظر مذهبی بنابراین از دید داعش یک دشمن هست و از سوی دیگر در سوی دیگر درگیری هست که وجود داره در سوریه. بنابراین ما باید این رو ببینیم، این مسئله این رو در غرب ایران باید ببینیم در واقع به عنوان نشانه دیگری از حضور داعش که میخواد خودشو نشون بده در جایی فراسوی عراق و سوریه. اما به هر حال می‌دونیم که تاکنون مقام‌های ایران به طور رسمی حضور داعش رو در داخل خاک ایران تایید نکردن، اما به هر حال در کنار این صحبت‌ها آقای پیلار، همزمان با همین تحرکات داعش در کرمانشاه ما شاهدیم که یکی از احزاب اپوزیسیون ایران، حزب دموکرات کردستان ایران، حدود 3 ماه است که از آغاز جنگ مسلحانه علیه دولت مرکزی ایران خبر داده. علت این همزمانی رو شما چگونه می‌بینید؟ من فکر می‌کنم که بپرسید که داعش کجا میتونه یه بختی داشته باشه برای برقراری حضور در ایران، در بیشتر کشورها با دوچار اشکاله، به خاطر که یه گروه رادیکال سنی هست. اونطوری که گفته میشه این گروه سلول تروریستی که کشف شد در جایی از ایران بود که نزدیک مرز عراق بود، در جایی هست که کردهای سنی عمدتاً در اونجا هستن. بنابراین درست در همون قسمتی از کشوری که شورشیان کرد فعال بودند برای مدت ها. بنابراین فکر نمی کنم که فقط اتفاقی باشه. مسئله اینه که جمعیت محلی چی بوده که به داعش این بخت رو میده که در واقع پایگاهی برای خودش در اونجا برقرار کنه.